و ما در قسمت پایانی برنامه میرسیم به یک گزارشی که یکی از گزارشگران ما تهیه کرده. تعدادی از پناهجویان ایرانی در گوتنبرگ سوئد علیه سیاست‌های پناهنده پذیری دولت سوئد در تحصن به سر می‌برند. گزارشی داریم از همکارمون افسانه رها از گوتنبرگ سوئد که توجهتون رو به اون جلب می‌کنم. سلام دارم خدمت شما بینندگان تلویزیون رهای زن. من افسانه رها هستم. قصد دارم گزارشی از وضعیت پناهجویان اعتصابی در شهر یوتوبوری سوئد را برای شما گزارش کنم. همونطور که چادر این دوستان را در پشت سر من می‌بینید، جمعی از پناهجویان ایرانی که بیشتر از 17 در اعتصاب غذا به سر می‌برند. برای اینکه از وضعیت بیشتر این پناهجویان با خبر بشیم، با چند تن از این پناهجویان مصاحبه خواهیم داشت. با ما باشید. سلام دارم خدمت شما دوست عزیز. سلام می‌کنم. من از شما میخوام که شما خودتون رو معرفی کنید و بگید چه مدتی که تو کشور سوئد هستید. من مهناز مسیری منجی هستم. دقیقاً 2 سال اینجام. پروندم بسته شده و دادم دست پلیس. میگن که اداره میکروخون میگه تو نمیتونی کیست اجتماعیه و نمیتونی تو این کشور بمونی. حالا دلیل اصلی برای این دست به اعتصاب زدی چی هستش؟ به خاطر اینکه من دوست ندارم برگردم ایران. من معلولم. برگردم ایران بازم توی خونه حبس میشم. واقعا تمام عمرم، ببینید من 41 سال سنمه، واقعا قسم بخورم 39 سال عمرم و توی زندان بودم. 2 سال اومدم اینجا با آنکه به عنوان یه پناهجو اومدم اینجا، واقعا 2 سال دارم توی این کشور زندگی میکنم چون به تنهایی میتونم خودمو کلارا کنم، ولی توی ایران من تو خونه زندانی هم. کشور هندیکپی نیست، من از خونه نمیتونم بزنم بیرون، نمیتونم رستوران برم، نمیتونم جای ورزش انجام بدم بیرون از خونه، یه باشگاه ورزشی برم. هر جای ایران که فکر کنی به این صورت همه جا پله میخوره، هیچ جا رامپ نداره که من بخوام استفاده کنم. واقعا مشکل دارم. تمام تفریح من توی ایران یه تلویزیون توی خونه بشینم و نگاه کنم. نه بچگی کردم و نه جوونی کردم، واقعا اینجا میخوام زندگی کنم. بله، تا به حال شده از طرف مقامات رسمی کشور سوئد کسی بیاد به شما سر بزنه و یا بگه که برای شما میتونه کاری بکنه یا نه؟ اصلا تا به حال هیچ کس به من نگاه نکرده و من بهشون گفتم من تمام زندگی توی میکروخون گفتم من تمام زندگیم تو تمام طول زندگیم همیشه نشنیدم، باز هم از شما باز دارم نه میشنوم. به هزار یه امید اومدم اینجا که بازم نشنیدم. هیچ کدوم نه به من اصلا چیزی نه، که مجبور شدم دیگه الان دست اعتصاب قضا بزنم چون آخرین چاره منه. اگه شما دیپورت بشین به ایران برگردین چه بلایی سرتون میاد؟ حبس خانگی دارم برای همیشه. مرسی، ممنونم. با تشکر از شما دوست عزیز که وقت رو در خدمت من گذاشتید. مرسی از شما. عزیز، میشه خودتون رو برای ما معرفی کنید؟ لیلا طاقت فرصفت هستم، دبیر فدراسیون گوتنبرگ. میشه برای ما بگید چه مدتی که کشور سوئد هستید؟ 1.5 سال 2 ساله که اینجا. دلیل اعتصابتون چی بوده؟ افشای جنایت جمهوری اسلامی و گرفتن حق انسانی خودمون. چه مدتی که تو این اعتصاب به سر میبرید؟ 71 روزه که اعتصاب کردیم، ولی 5 روزه که من جزء اعتصاب غذا هستم. آیا تا حالا از طرف مقامات رسمی کشور سوئد کاری برای شما انجام شده، اقدامی کردن برای شما ها؟ متاسفانه خیر، هیچ حرکتی نکردن، ولی ما امیدمون از دست نمیدیم. اگه شما به ایران دیپورت بشین چه بلایی سرتون میاد؟ مطمئنن، چون ما فعال سیاسی بودیم از ایران و اینجا اومدیم به فعالیتمون ادامه دادیم و میدونیم که جمهوری اسلامی کاملا در جریان فعالیتمون بوده و هست. مطمئنن خیلی برخورد خیلی سختی مثل اعدام و بدون اینکه بازجویی چیزی بشه حتما در انتظارمونه. اگه پیام خاصی چیزی دارید میتونید؟ ما از دولت سوئد میخوایم که از همون حمایت کنه، ما رو به ما اجازه زندگی اینجا به همون بده، ما بتونیم فعالیتمون رو علیه جمهوری اسلامی خیلی گسترده تر بنا کنیم. با تشکر از شما دوست عزیز، امیدوارم که به آرزوی خودتون برسید. ممنونم. من شما دوست عزیز میشه خودتون رو برای ما معرفی کنید؟ سلام، من آیدا نجفی هستم. من حدود 6 ساله که با مادر و خواهرم توی سوئد پناهجو هستیم. بله.
شما از که تالا دست به اعتصاب زدید و دلیل اعتصابتون چی بوده؟ الان روز نهم از اعتصابمون میگذره، ولی حدود 2 ماه توی اسمیرنا شیرکار تحصن داشتیم، به نتیجه نرسیدیم، جوابی دریافت نکردیم از اداره مهاجرت یا دولت. بعدش تصمیم گرفتیم که دست به اعتصاب قضا بزنیم. الان 9 روزم از اعتصاب قضامون میگذره. اگه کشور سوئد شما رو دپورت کنه به ایران، به نظر شما چه بلای سرتون میاد تو ایران؟ اینکه مطمئنن که اگه ما رو برگردونن ایران، خطر این وجود داره که ما رو زندانی کنن، شکنجه کنن یا اعداممون بکنن، چون ما همه فعال سیاسی بودیم تو ایران که فرار کردیم، اینجا فعالیت های سیاسی مون ادامه دادیم، برای همین خطر جانی داره برای ما. میتونم بگم تا حالا تو این مدتی که شما اینجا اعتصاب کردین، آیا از طریق مقامات رسمی تا حالا کسی اومده به شما سری بزنه یا جوابی تا حالا به شما دادن؟ از مقامات رسمی سوئد میتونم بگم که یکی وستن پارتیت بوده، یعنی گروه چپ بوده، و یکی هم سوسیال دموکرات ها بودن که پشتیبانی کردن از ما. هفته پیش هم راینفلد نخست وزیر سوئد خیابون بالایی مصاحبه داشته با مردم که بچه اونجا رفتن باش صحبت کردن، ولی تا الان هیچ چیز خاصی ندیدیم، یعنی فقط ما مکاتبه داشتیم، نامه و اینا، ولی چیز خاصی دریافت نکردیم تا فعلا که بدونیم در چه حالتیه و اینا. فقط میدونیم که راجب ما میدونن، تو روزنامه ها صحبت کردیم و خبرمون پخش شده که ما اینجا اعتصاب قضا داشتیم. درسته. میشه یه ذره از وضعیت اینجا، از وضعیت دوستانتون چادره که اینجا هستش برای ما توضیح بدیم؟ میتونم بگم وضعیت خیلی بدیه، ما الان تو خیابون داریم زندگی میکنیم. دو شب اول خیلی وحشتناک بود، برق نداشتیم، گرما نداشتیم، سیستم گرمایی خیلی سرد بود، برف اومد، یعنی هوا با ما موافق نبودش، هوای خیلی بدی بودش. بعدش شبا سخته، تعدادم زیاده، تعداد الان تحصیم کننده به 13 نفر رسیده، جای زیادی نداریم، احتیاج به چادر اضافه داریم، حدود 60 نفریم که کلن این گروه رو تشکیل میدیم. اگه بخواد همین جوری پیش بره، ما جوابی نگیریم، کلن به همه ایمون 60 نفر هر دو روز یه بار یه 2 نفر به ما اضافه میشه، اینطوری میشه که یعنی از 60 نفر به حالت اعتصاب قضا در بیان. منم خودم الان روز نهمه که اینجا اعتصاب قضا کردم، یک بار رفتم بیمارستان، وضعیت خوبی نداشتم، چش درد، چیقامم درد میکرد، تپش قلب شدید داشتم با حالت تب شدید، اصلا حال خوبی نبودش. تو بیمارستان فشار و قندمو که گرفتم پایین بود، حتی یک شب خوابیدم، به من اصرار داشتن غذا بخورم، من غذا نخوردم. وقتی هم که خواستم بیام، روز قبلش دکتر اومد باز نگاه کرد، بازم فشارم پایین، قندم پایینه، چون تا غذا نخوری این تامین نمیشه اون انرژی لازم. به من گفتن که بهتره نری، چون اگه بری به تشنج میافتی همینطوری ادامه بدی. ولی من دوباره برگشتم به دوستان، پیوستم که اینجا راه مبارزه بکنیم، راهمون ادامه بدیم. مبارزه موفقیت برای شما دوست عزیز، امیدوارم که به اهداف خودتون برسید. ممنونم. دوست عزیز، میشه خودتون رو برای ما معرفی کنید؟ من بهرام تورانی هستم. چه مدتی که تو کشور سوئد هستی؟ الان 2 ساله تو کشور سوئد هستم. میشه بگین هدف شما از این اعتصاب چی بوده یا برای چی اصلا اعتصاب کردید؟ هدف ما از این اعتصاب اینه که خب به خاطر اینکه دولت سوئد باور نمیکنه که ما مخالفیم با جمهوری اسلامی، برای اینکه خودمون و جونمون رو نجات بدیم از جمهوری اسلامی، خب یه جوری باید بالاخره یه روزی میرسه که جمهوری اسلامی با دولت سوئد هر لحظه امکان داره به توافق برسه، خب ما رو بتونه برگردونه به جهنم جمهوری اسلامی. برای همین باید خب خودمون رو نشون بدیم که واقعا مخالفیم، قلبا مخالفیم با جمهوری اسلامی و نمیخوایم وجود ننگینش رو تو کشورمون. برای همین هم خب اومدیم اعتصاب کردیم، یه نوع اعتراضمون رو نشون بدیم، بلکه از این راه بتونیم نجات پیدا کنیم، بهمون اهمیت بدن. تا حالا از طرف مقامات رسمی کشور اقدامی برای شما شده؟ یک کسی اومده که براتون کاری انجام بده؟ من که زیاد تو ریز جریان نیستم، چون من خودم یه اعتصاب کننده هستم. بالاخره دوستان دیگه همون هستن که به زبان سوئدی مسلط ترن، اونا بیشتر تو کار هستن، ولی تا اونجایی که من میدونم میخواد که نظر مقامات سوئدی رو جلب کنه به این اعتصاب و اعتراض خودم. اگه شما به کشور ایران دیپورت بشین چه بلای سرتون میاد؟ خب قطعا جمهوری اسلامی وقتی بدونه که من اصلا نه اسلام و نه دولت و نه وجود واقعا وجود نکبت وجود چی بگم، هر چی که بگم به نظرم کم گفتم. فکر میکنم که اگرم
اعدام البته که 100% خب هستش، ولی خب فکر نمی کنم به این سادگی اعدام کنه، چون اول میاره زیر شکنجه و اذیت و آزاری که خودش برای انسان ها همیشه در نظر داره قبل از اعدام، بعد اعدام هم میکنم. با تشکر از شما دوست عزیز، امیدوارم که موفق باشید. خیلی ممنونم. منم آرزو میکنم که یه روز ایرانمون از وجود ننگین جمهوری اسلامی پاک شه و هممون بتونیم آزادانه به کشورمون برگردیم و زندگی کنیم. مرسی از شما. متشکرم. سلام دارم خدمت شما دوست عزیز، میشه خودتون رو برای ما معرفی کنید؟ من نیجه گودرزی هستم، مدت 4.5 سال که در سوئد هستم، به قول معروف پاپش لوس هستم. مدت 2 ماه و تقریبا 11 روزه که توی تحصن هستیم و من یکی از اون 13 نفری هستم که تحصن در روز 9 روزه که تحصن قضایی تر کردم و کارم هم به بیمارستان کشیده شد. تا حالا از طرف مقامات رسمی سوئد اقدامی برای کمک به شما شده؟ یک کسی اومده که کارهای رو برای شما انجام بده اینجا؟ من ندیدم. منظورت اینه که اصلا نیومدن؟ بله. درسته. شما اگه کشور ایران دیپورت بشین چه بلای سرتون میاد؟ خب من پرونده دارم توی ایران، پرونده ها ما آوردم اینجا نشون دادم، تمامم اصل بود. متاسفانه اینا گفتن که در مورد اینکه حقوق زن هست و دادگاه های اونجا با شما مشکل داشتن، ما نمیتونیم در مورد قانون اونجا صحبت بکنیم و شما باید برگردیم به کشورتون. و من اونجا جانم در خطر بود. من یکی از اونهایی هستم که سنگساری هستم. با تشکر از شما دوست عزیز، با عرض موفقیت هم برای شما. متشکرم. خدمت شما دوست عزیز، لطف کنید خودتون رو برای ما معرفی کنید. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون رهایی زن. من نشمیل فتایی هستم. میشه بگی چه مدتی که تو کشور سوئد هستید؟ حدود 3 ساله. دلیل اعتصابتون چی بوده؟ دلیل اصلیتون برای اینکه اعتصاب کردین اینجا چی هستش؟ دلیل اصلی ما اینه که اداره مهاجرت سوئد با اینکه میدونه ما از طرف جمهوری اسلامی خطر جانی داریم و با اینکه براشون کاملا شرح دادیم که نمیتونیم تو اون جامعه وحشتناک جمهوری اسلامی، تو جمهوری جنایتکار اسلامی زندگی کنیم و با اینکه دلایل و مداره که بسیار زیادی تحویلشون دادیم، ولی باز همونو از ما قبول نکردن و جواب ردی گرفتیم. چه مدتی که دست به این اعتصاب زدید؟ حدود 2 ماه و 11 روزه که الان تو اعتصاب هستیم. البته 2 ماهش رو که توی یکی از کلیساهای یاتوباری اعتصاب کرده بودیم، ولی متاسفانه هیچ جوابی نگرفتیم و اصلا هیچ عکس العملی از طرف اداره مهاجرت اینجا انجام نشد. و اینکه مجبور شدیم این اعتصاب به اعتصاب قضا تغییر بدیم، یعنی این مبارزه را در حد اعتصاب قضا، یعنی جوری که به بدن خودمون داریم آسیب میرسونیم، مجبور شدیم این کارو بکنیم برای اینکه باز هم صدای اعتراض خودمون رو به گوش اداره مهاجرت سوئد برسونیم که واقعا ما مشکل داریم و نمیتونیم به اون جهنم برگردیم. آیا تا بالا از طریق مقامات رسمی کشور سوئد کاری برای شما انجام شده؟ نه، متاسفانه هیچ نوع عکس العملی نشون ندادن و اصلا نسبت به این تحصن و این اعتصاب کاملا میشه گفت بیخیال بودن. شما اگه به کشور ایران دیپورت بشین چه بلایی سرتون میاد؟ اینکه چه بلایی سرم میاد، خب 100% من نمیدونم چه بلایی سرم میاد، چون 100% مطمئن نیستم از اینکه اصلا جان سالم به در ببرم. وقتی منو برمیگردونم به اون کشور، 100% خطر جانی منو تهدید خواهد کرد. با تشکر از شما دوست عزیز و ممنونم از اینکه وقت رو در اختیار ما گذاشتید. من همچنین تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدین و اومدین اینجا تا از وضعیت پناهنده هایی که اینجا دارن اعتصاب میکنن یه گزارش تهیه کنین و اینو به همه دنیا نشون بدین. مرسی، با تشکر از شما. خواهش میکنم. با سپاس فراوان از افسانه رها که این گزارش بسیار جامع و زنده رو تهیه کرده بود و برای برنامه ما ارسال کرده بود.
به انتهای برنامه امشب میرسیم با آرزوی اینی که برنامه امشب مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و سپاس از یکایک شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. به همراه اسد کوشا و با سپاس از عزیزان در اتاق فرمان، شب و روز بسیار خوشی رو برای یکایکتون آرزو مندم. شب خوش.